درود بر شما هممیهنان و همراهان عزیز کیوسک. در دقایق پیش رو با اخباری مهم در خدمت شما هستیم. جزئیات جدید از اتفاقات ویلای داریوش مهرجویی، فایل صوتی که از همه چیز پرده برداشت، هشدار جمهوری اسلامی به اسرائیل برای آغاز جنگ، بایدن هنوز در خواب است. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم. جزئیاتی جدید از اتفاقات ویلای داریوش مهرجویی، فایل صوتی که از همه چیز پرده برداشت. شامگاه شنبه 22 مهر 1402 خبر کشف پیکر داریوش مهرجویی، کارگردان ناماشنای سینمای ایران، همراه با همسرش وحیده محمدی فر در ویلای شخصیشان واقع در جهان شهر کرج، موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت. رسانه‌های ایران در بامداد روز یکشنبه 23 مهر، ساعتی پس از تایید این قتل، تصاویری از ویلای شخصی آقای مهرجویی که گفته شده قتل در آن رخ داده منتشر کرد. رئیس کل دادگستری استان البرز تایید کرده است که مونا، دختر داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر، حدود ساعت 22 و 25 دقیقه شنبه شب زنگ منزل آنها را زد و پس از آنکه کسی جواب نداد با کلید خود وارد خانه شد. به گفته حسین فاضلی هریکندی، طبق اظهارات مونا مهرجویی، دختر داریوش مهرجویی، پدرش حدود ساعت 20 و 50 دقیقه روز شنبه مورخ 22 مهر به وی که در جهان شهر کرج بود پیام می دهد که برای شام به منزل بیاید. رئیس کل دادگستری البرز اضافه کرد دختر مرحوم مهرجویی حدود 22 و 25 دقیقه به منزل پدرش می رسد و ابتدا زنگ منزل را می زند و با توجه به اینکه کسی جواب نمی دهد با کلید در را باز و وارد منزل می شود و مشاهده می کند که پدر و مادرش با ضربات چاقو یا جسم برنده دیگر به نواحی گردن به قتل رسیدند. جناب ناصر خاکی عرض ادب و ارادت، بفرمایید در خصوص حادثه‌ای که اتفاق افتاده الان کجا هستیم و صحنه‌ای که دیدین چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام. با توجه به مراجعه دختر متوفا مرحوم مهرجویی به منزلش، متوجه میشه که پدر و مادرش با ضربات متعدد چاقو یا شیء برنده به قتل رسیدن. دختر متوفا سریعا با پلیس تماس میگیره. با توجه به اهمیت امر، موضوع سریعا گزارش میشه. بنده به حسب الامر رئیس کل محترم دادگستری استان البرز جناب دکتر فاضلی هریکندی به همراه بازپرس محترم کیشی قتل با اعضای محترم تیم تشخیص هویت آگاهی، رئیس آگاهی، در صحنه حضور پیدا میکنیم و در صحنه که در زیبادشت میشکین دشت فردیس هست حضور پیدا کردیم. با بررسی اولیه متوجه شدیم که این متوفا مرحوم مهرجویی و همسرشون با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدن. دستور مختزی برای شناسایی سریع قاتلین و همچنین مظنونین صادر شد. من خواهش میکنم از مردم عزیز به شایعات دامن نزنن و اجازه بدن که دستورات مختزی صادر شده و پلیس محترم مظنونین رو انشالله شناسایی میکنه و قاتل انشالله در سریع ترین زمان ممکن انشالله دستگیر خواهد شد. در یکی از تصاویر منتشر شده امین حیایی مقابل محل وقوع این جنایت دیده می شود و گفته شده یکی از نخستین کسانی است که پس از اعلام خبر خود را به آنجا رسانده است. خبر کشف جسد داریوش مهرجویی ابتدا توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شد. به دنبال انتشار این خبر، محمد مهدی اسکرپور، رئیس هیئت رئیسه خانه سینما، خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر را در منزلشان در کرج تایید کرد. آقای حیاتی، تسلیت میگم به شما، خبر خیلی غم انگیز و وحشتناکی بود. بفرمایید شما دو طرف هم مثل کسی بود که ما هم داره توی خبال در بود شرک مجازی سر صحنه فیلم برداری بودیم، شرک قصدی که میگوه این خبری که دیدیم اصلا کلن کار تحتیم کردیم، کار یادم گفت تو ماری نمیتونیم کار کنیم، که همون لازم خیلی نصیب بیمه در از ببینید که اصلا چه اتفاق افتاد. و وقتی رسیدیم داشتن جنازه رو میبردن، واقعا متاسفم، نمیدونم چه اتفاقی داره تو این دنیا میفته. واقعا سر هنرمنده
خوب مملکتمون استاده حضور ما رو میشه که واقعا همه به گردنشون حق داریم، هر کی تو سینما کار میکنن به گردن این آدم حق داره. بزر واقعا متاسفیم، شکر داریم همه ما و نمیدونیم که چه اتفاق نمیدونیم کی نبوده، دشمنی بوده، چه اتفاقی بوده که حالا اینجوری بخون انتقام بگیرن از ایران. اینقدر آدمی که بازارش به هیچ کسی نمیرسید، تنها تو خونش بود و نشستون زندگی میکردن، خدا رحم کرده دخترش نبود اون لحظه خونه. این متاسفانه صحنه جرم و دیده و خودش خبر متاسفانه خود دختر نیده. خیلی تاسف رو انگیزه تو معنی کردی در اینجا نیکنی که این اتفاقا برای هنرمنده من داره میافته. آقای کیم اصف و رحمت مهدوی عزیز دیرو سرخت نوقه آتیل بسیزی هنگی سرطان چی میاد چه دیرون یا همه از افسردگی روح هنگی غیر از این نیست. امیدوارم زودتر همه چی نمیدونم تو چرا همچی تموم شد بهتر افیاد میگم از این خبرها نشده میشه. در گزارش خبرگزاری تسنیم از قول پلیس استان البرز در ارتباط با قتل همسر آقای مهرجویی اطلاعاتی ارائه نشده بود. تسنیم به نقل از فرماندهی انتظامی استان البرز از آغاز تحقیقات توسط پلیس جنایی درباره این قتل خبر داد. همزمان خبرگزاری ایسنا نیز نوشت که خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش در تماس با یکی از سینماگرانی که در محل حادثه حضور دارد نیز تایید شده است. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش را تایید کرده و از عبارت سربری برای توصیف آن استفاده کرده بود. این عبارت اما دقایقی بعد از گزارش صدا و سیما حذف شد. فایل صوتی که ساعتی پیش منتشر شد و به دست ما رسید، جزئیاتی منحصر به فرد از قتل داریوش مهرجویی و همسرش را بیان می‌کند. این خبر رو اتاق ایران من بودم شنیدم، داشتم اونجا گوش میکردم. خب اونجا هم خیلی ها تردید داشتن چون صابرین نیوز اولین بار اینو پخش کرد. بعد من دیدم یکی از بچه هایی که اتفاقا ازباللهی هم هست حالا گاهی میومد اینجا، این کلاب هاستم میومد، توییت زده قبل از صابرین، یعنی اون اولین توییت رو زده بود، یا آقای حسین نامی، حالا بقیهش رو نمیگم درد سر بشه، که توییت زده بود. یعنی دیدم توییتشو برای من فرستاد توی واتساپ. من رفتم دیدم راجب این خبر فقط نوشته به قتل رسیده. بعد یه 20 دقیقه یه رو بعدش به من زنگ زد از واتساپ، گفتش که خبر رو خوندی مجید؟ گفتم آره. گفت من الان با یه به اصطلاح مقام انتظامی که همون توی کرج بوده رفتن و بالای بسته در صحنه قتل حضور داشتن صحبت میکردم، میگفت من باورت نمیشه، خیلی شوکه کننده است، عین جملاتشه. بعد میگم ما نمیتونیم اینو بگیم داخل ایران، میگم نمیشه اصلا، امکان این که این موضوع رو بیایم بگیم و اینا نیست، حالا تو بگو اینو، نذار که اینا تقلیل بدن به اتباع بیگانه و اینا، فقط بگن. یعنی این که تردیدی نیست که افغانی ها این کار رو کردن، در این اصلا تردیدی نیست. حتی خود پلیس هم قطعا این رو الان خبرگزاری ها هم حتی پخش کردن، یعنی الان عصر ایران و اینا رو گذاشتم، بالای 100 تا ضربن زدن، یعنی کشتنشون مسلحشون هم کردن، یعنی فقط قتل نبوده که یه چاقو بزنه، حتی میگن سرشو بریدن، که من گفتم سرشو بریدن، گفت تایید نکرده، گردنشو زدم ولی جدا نکرده گردنشو، یعنی کلن سر رو از بدن جدا نکردن، حالا ممکن چاقو زدن رگمگ گلوش اینا رو بریدن، ولی این که مثلا گفته میشه سرهاشون رو جدا کردن، نه، سر روی بدن هست ولی گلو معلو و اینا رو به شدت بریدن، یعنی به یه پوستی آویزون سر در این حالته، بالای 100 تا هم ضربه چاقو خورده به اینا. بعد جالبه یه دو روز قبلش یا یک روز قبلش هم خود خانومش توی اینستاگرام این داستان رو گفته که آقا اینا اومدن، بعد گفته غیر ایرانی، یعنی کاملا مشخص کرده. و حالا یه شایعاتی هم هست، نمیدونیم، اخباری هست که میگن
مرحوم به اصطلاح همسر خانم داریوش مهرجویی جزء کمپینی بوده که خواستار اخراج افغانی‌ها از ایران بوده. اینا واقعیته، این یعنی دیگه این قطعیه. حالا چقدر جزئیات انتشار پیدا میکنه ما نمیدونیم، ولی اصل قطع که توسط افغانی‌ها صورت گرفته و تجاوز شده این قطعیه. این قطعیه. حالا جمهوری اسلامی بخواد از این سرپوش بذاره بنا به دلایل امنیتی موضوع حماس و این قضایا هست، این به نظر من خیلی محتمله. چون شما نگاه کنید الان تمام اکانت‌های حزب الله شروع کردن دو تا سناریو رو پیش میبرن. یکی میگن که اینا کار براندازاست، مثلا شیخ فراد فتحی و اینا من دیدم نوشتن که حالا آرمیتا نگرفت بریم داریوش مهرجویی و نمیدونم همسرش و اینا رو بکشیم بندازیم گردن افغانی‌ها، دعوا درست کنیم داخل ایران. یه عده جدی میگم خانم شهلا تعجب نه، اینا توییتش هست. این خط رو من دیدم 4-5 تا از این حزب اللهی‌های دیگه که اکانت‌های پرطرفداری دارن دارن میرن میخوان بندازن گردن مثلا ماها. یه دم دارن از اون طرف میگن که کار اسرائیله. این خیلی توییتا تعداد اسرائیل و با داریوش مهرجویی رو بزنید خیلی زیاده. یعنی الان میخوام بگن که اینو اسرائیلیا کردن که به ایران ضربه بزنن. خانم محمدی فر نزدیک به 9 ماه قبل در حساب شخصی خود در اینستاگرام از ورود یک نفر به خانهشان و ماجرای هولناک تهدید شدن توسط شخصی با چاقو خبر داده و نوشته بود شب حادثه حدود ساعت 8 در حالی که خانه در آرامش کامل بود ناگهان متوجه سر و صدای سگمان در حیاط خانه شدم. سریع در ورودی آشپزخانه را قفل کردم تا اینکه متوجه شدم مقابل در ورودی ساختمان یک نفر با چاقو به شیشه های مات پنجره چسبیده است. هرچه از او خواستم خودش را معرفی کند هیچی نگفت. موبایلم نزدیکم نبود ولی سعی کردم سرعت عمل داشته باشم. با صدای بلند گفتم الان به 110 زنگ میزنم. او هم در پاسخ به این حرف من گفت خب زنگ بزن. ترسیده بودم تا گفتم الو 110، سارق فرار کرد. وقتی او در جواب به من گفت خب زنگ بزن متوجه شدم لهجه ایرانی ندارد. بعد از فرار سارق با نگهبانی شرکت تماس گرفتم. آنها هم سریع خودشان را به حیات خانه ما رساندند و شروع به گشتن حیات و کوچه های اطراف کردند، اما کسی را ندیدند. البته مدتی پیش هم یک سری وسایل از جمله سنتور مربوط به فیلم سنتوری را از خانه ما سرقت کردند که در حال حاضر وکیل همسرم پیگیر کارهای قانونی این موضوع است. همسر داریوش مهرجویی درباره اینکه در چند وقت اخیر مورد دستبرد هم قرار گرفته اند اطلاع رسانی کرده و تایید کرده بود که گوشی و لپتاپ و دو سنتور با اسم و عکس های بهرام رادان و داریوش مهرجویی از آنها به سرقت رفته است. قتل داریوش مهرجویی و همسرش ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر امنیت در کشور را دوباره زیر سوال برده و بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی در این باره اظهار نظر کردند. داریوش مهرجویی متولد سال 1318 و از کارگردانهای موج نوی سینمای ایران است که فیلم‌های تحسین شده‌ای همچون هامون، دایره مینا، گاو، اجاره‌نشین‌ها، سارا، پری، لیلا، مهمان مامان و سنتوری را ساخته است. قتل وحیده محمدی فر و همسرش داریوش مهرجویی در حالی جامعه ایران را در شک و بخت فرو برده است که 16 فروردین ماه 1402 پیکر بیجان کیومرس پور احمد یکی دیگر از کارگردانان سرشناس ایرانی در یک ویلا در نزدیکی بندر انزلی پیدا شد. رسانه‌های ایران در ساعت‌های اولیه علت درگذشت کیومرس پور احمد را ایست قلبی عنوان کردند، اما در ادامه عنوان شد که او با خودکشی به زندگی خود پایان داده است. هشدار جمهوری اسلامی به اسرائیل برای آغاز جنگ. بایدن هنوز در خواب است. در شرایطی که ارتش اسرائیل آماده انجام عملیات زمینی در نوار غزه علیه تروریست‌های حماس است، پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد جمهوری اسلامی از طریق سازمان ملل به اسرائیل پیام داده است که در صورت ادامه حملات به غزه در جنگ مداخله خواهد کرد. دو منبع دیپلماتیک به آکسیوس گفتند ایران روز شنبه 14 اکتبر برابر با 22 مهر ماه به اسرائیل پیام داده که خواهان تشدید بیشتر جنگ حماس و اسرائیل نیست، اما در صورت ادامه عملیات اسرائیل در غزه در این جنگ دخالت خواهد کرد. این پایگاه خبری نوشت اگر جمهوری اسلامی مستقیم یا غیر مستقیم درگیر این جنگ شود، نبرد بین حماس و اسرائیل به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل می‌شود.
به عنوان مثال از طریق یک گروه شبه نظامی در سوریه یا با حمایت از حزب الله برای پیوستن کامل به جنگ. جمهوری اسلامی در شرایطی از طریق سازمان ملل به اسرائیل پیام فرستاده که دولت بایدن در تلاش است تا ایران و حزب الله را از پیوستن به جنگ باز دارد. این هفته ایالات متحده یک ناوگروه رزمی را به منطقه اعزام کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه در بیروت با تور ونسلند فرستاده سازمان ملل در خاورمیانه دیدار کرد. ونسلند از امیر عبداللهیان خواست کمک کند تا از سرایت درگیری در غزه و اسرائیل به سایر مناطق خاورمیانه جلوگیری کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی پاسخ داد که ایران نمی‌خواهد درگیری میان حماس به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل شود و می‌خواهد برای آزادی غیر نظامیانی که توسط حماس در غزه گروگان گرفته شده اند کمک کند. وی همچنین تاکید کرد که ایران برای خود خطوط قرمز دارد. به گفته این منابع اگر عملیات نظامی اسرائیل ادامه پیدا کند و به ویژه اگر اسرائیل به وعده خود مبنی بر حمله زمینی به غزه عمل کند، جمهوری اسلامی مداخله خواهد کرد. به گفته این منابع ونسلند این پیام را به تزاچی هانگبی مشاور امنیت ملی اسرائیل و دیگر مقامات اسرائیل رسانده است. دفتر ونسلند تایید کرد که او روز شنبه با امیر عبداللهیان دیدار کرده و گفت که آنها درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای آزادی گروگان‌ها، کاهش تنش و جلوگیری از سرایت درگیری به سایر نقاط منطقه گفتگو کردند. دفتر نخست وزیر اسرائیل از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. وزارت خارجه ایران بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد. امیر عبداللهیان در دیدار با حسن نصرالله گفته بود اگر حملات متوقف نشود احتمال گشودن جبهه‌های جدید علیه اسرائیل وجود دارد. وی همچنین تهدید کرده بود هر قدمی که مقاومت بردارد زلزله بزرگ برای اسرائیل ایجاد می‌کند. گیلاد آردان سفیر اسرائیلی در سازمان ملل در واکنش به دیدار هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور خاورمیانه با حسین امیر عبداللهیان خطاب به او در توییتی نوشت فراموش نکنید پس از دست دادن با او خون نوزادان اسرائیلی را از دستانتان بشویید. همچنین حساب دفتر نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر حملات اسرائیل فوراً متوقف نشود وضعیت ممکن است از کنترل خارج شود و عواقب گسترده‌ای داشته باشد. یاران و همراهان عزیز، به پایان این بسته خبری از کیوسک رسیدیم. یادتون باشه تیم خبری ما با تلاش شبانه روزی سعی در ارائه بهترین و با کیفیت ترین بسته های خبری به شما عزیزان رو داره. با لایک کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون در بخش کامنت های این ویدیو یاری رسان تیم تحریریه کیوسک باشید.